بسم الله الرحمن الرحيم. ينادي فؤادي بليل السكون، بدمع العيون براجع الصدى، لك الحمد إني حزين حزين، وجرحي يلون درب المدى. ولولا العالمين، وخير العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل من قطعك، وأحسن من أساء إليك، وعف عن من ظلمك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برادرای عزیز، انسان حسب تعبیر جمعی از دانشمندا و علما، این کلمه گرفته شده است یا از نسیان که معنای خطاکار و فراموشکار و لغزشکار را می رساند، و به اساس از این تعبیر می کنیم که انسان مخلوق مدنی به طبع است که در روند حیات خود اشتباه می کنه، خطا می کنه، لغزش ها دارد، و یا هم این کلمه گرفته شده است از انس که معنا و مفهومش امان و مخلوق اجتماعی و مدنی به طبع که تنها زندگی کردن می تانه، این مفهوم را برای ما شما تداعی می کند. پس در پیکری وجودی ما اردو پهلو وجود پری می شود، و از طرف دیگر ما نمی تانیم که تنها زندگی بکنیم، باید در یک اجتماع باشیم، باید با مردم خود باشیم، و ای بودن از ما این مفهوم را میخواه که زندگی با همی طبیعتا اختلاف سلیقوی و اندیشوی و فکری را در خود دارد، و چی بخواهیم چی نخواهیم، اگر در فامیل خود زندگی میکنیم باز هم میبینیم که یک سلسله اختلافات با خانواده خود پیدا میکنیم، با پدر خود، با برادر خود، با خانم خود، با اولاد خود. این طبیعی است، و این اختلاف و اختلاف نظر و اختلاف گزینش به عوضی که ما را سکوت بدهد گاهی هم لذتبار است، و گاهی هم ما این اختلاف را در سه کتگوری بالا می برد. گاهی وادار می شیم به تنازل، یعنی ما از رأی خود در مقابل رأی کسی دیگری که هر کسی است، یا پدر است، یا مادر است، یا خواهر است، یا اولاد است، یا خانم است، عقب می آیم و نظر خود را کوچک می دانم و به نظر اونها تسلیم می شوم، بدون از اینکه قانع شده باشم.
یعنی دلایلی که ما دارم از نظر دلایل نتانستن که اونها مرا قانع کنند، ولی از رأی خود چی میکنم؟ تنازل میکنم. خب شما که خوش میشین درست است، ولو که ما قانع نشد. گاهی ایتون میشود که ما از رأی خود پایین میایم، در وقتی که اشتباه رأی خود را ببینم و صحت رأی جانب مقابل تثبیت بکنم، باز در این صورت تعاون میکنم، کمک میکنم که او رأی که کسی دیگری داشت، او باید سر کرسی بشیند، او باید به میان بیاید. و ما با این اساس میبینیم که گاهی در یک قضیه در ما بین خانه ما دو رأی سه رأی باشد و ما در رابطه به این قضیه هیچ رأی نداشته باشم، به اسلام مستنکف باشم، بعد دو دانه اتجاهی که وجود دارد این با یک دیگری کشمکش شروع میکنه و هر کدامش به اصلاح فشار مندازه که رأی از او جنبه تطبیقی داشته باشد. باید سوم کار را ما بکنم که او را تناصح میگوید، اردو را نصیحت بکنم، خیرخواهی را برش بکنم که هدف از این اختلاف در رأی نکوهش دیگری نیست، کوچک کردن کسی دیگری نیست، بلکه هدف این است که ما چطور میتونیم یک زندگی زیبا و مقبول و آرام و با عزت داشته باشیم. هدف این است. امکان ندارد که هرگاه شما یک خانه ای را می سازین و در رابطه به این خانه تان که می خواهین زندگی بکنین یک فکر دارین و تخطیط می کنین، بعد پیش یک انجینر صاحب می ری که بر ما یک نقشه خانه را بده، باز یک انجینر دیگر هم بده، یک سه انجینر را که رفتی بر تو به مو چیزی که از تو به او گفتی سه نقشه متفاوت را برد می ده. و هر انجینر امیر میخواهد که آرمان تو را تمثیل کند، خواسته های تو را در این نقشه خود بیارد، ولی با وصفی از او هم چی است؟ یه هر کدام از این اختلاف است و تو در گزینش یک نقشه را میتونی استعمال کنی نه عرصه را، و یک نقشه را کم استعمال میکنی و او را سرشکار میکنی، در خلال شاید بعضی چیزای روبرو شدی که دوستش نداشته باشی، ولی حالی باید قبولش کنی، چون اگر خرابش کردی در نقشه که دست زدی بعد از او باز خرابی بیشتر می شود. برادرای عزیزم، این زندگی که ما در دنیا داریم در زندگی خانوادگی ما با مشکل روبرو استیم و کسی به ما ثابت نخواهد کرد که بگوید من 100% هیچ مشکل ندارم در خانه، و اگر کسی امیر قم گفت دروغ میگوید که بگوید هیچ مشکل ندارم، امکان ندارد. یا در قواره خانمت گپ داری، یا در نوع تلقی نظافتش گپ داری، یا در یک چیزی هست که خوشت نمیآید، امکان ندارد. و دار دنیا همینطور است که کاستی ها و مشکلات طبیعتا در او است. شما ببینین پروردگار ما میفرم لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان را آفریدیم در مشکلات، امکان ندارد تو مشکل نداشته باشی.
و هرگاه یک انسان در زندگی خود بگه که من هیچ مشکل ندارم، میفهمین او دیوانه است. یک نفر بگه که من در زندگی خود هیچ مشکل ندارم، باور بکن دیوانه است. زیرا انسان عاقل امکان نداره که در یک مرحله‌ای که باشه با او متوقف بکنه سیستم خود را، و میخواد بالا برود. هر چیزی که شما میخواین داشته باشین، با مجردی که به مو هدفتان میرسین، فورا اون هدف شما رو به هدف بالاتر دعوت میکنه. فارغ صنف 12 شدی، جای به جای میگه لسانس بگی. لسانس گرفتی، جای به جای میگه ماستری بگی. ماستری بگه دکترا بگی. دکترا گره بالا برو دیگه، توقف نیست. دو رو پا داشتی، میگه نه در رو پشا، در رو پشا 20 رو پشا، اما تو بالا برو. یعنی ما نمیتونیم که جای به جای باشی. با مجرد که جای به جای توقف و پذیرفتی، بفهم که در کلا خرابی است. هر قدر که بالا میری، روابطت گسترده میشود. هر قدر که بالا میری، با اتجاهات بیشترتر، با افکار بیشترتر، با اقوام بیشترتر، با خواسته های بیشترتر روبرو میشی. هر قدر که تو روبرو میشی، قبلا در فامیلت بودی، حالی در قریه داخل میشی، در ولایت داخل میشی، در مملکت داخل میشی و در دنیا داخل میشی. پس وقتی که ما میخواییم از این داری دنیای خود استفاده عظمی بکنیم، آنچه که برای ما مهم است امن ماست. هرگاه ما در دلم امن باشد، در خانم امن باشد، طبیعتاً میخواییم چیز بیشتر را داشته باشیم. هر توقعی که شما میکنین که بالا برین، اونو بالا رفتن از شما امن نمیخواهد. ارگا ناامن باشین، شما به هیچ کاری که میخوای یک درجه بالا بری به اونه میرسی. در خانه‌ت فکر کن، اول از جان شخصیت شروع کن. ارگا مریض باشی، سفر کرده میتونی؟ چون بدنت ناامن است از درون، تو باید بشینی و خو کنی و تداوی باید شوی. زیرا کار را برای خودت میکنی و امی جان تو برای تو اجازه نمیدهد که بیرون بری. خب خودت خوب بودی، مادرت مریض باشه، میتونی بیرون بری؟ نمیتونی بیرون بری. و اگر بیرون بری، ایتو تشویش خود داشتی که هیچ نوع لذتی از این سفرت نخواد گرفتی. در خانه هم مشکل وجود داره. در خانه که آرام باشی، ارگو در قریت مشکل پیدا شود، باز تشویشت میده. پس اول ما باید به طرف امن برویم تا امن ما را وادار بکند به قدم دوم که آسایش است. یک مرحله بالاتر از حیات ماست. از این خاطر یک سه عنوان است که این سه عنوان از یک واژه، از یک مصدر گرفته شده. ایمان، امانت، امن. ارگو ایمان بیاید، امر برت می کند که امانت را به اهلش بسپار. ارگو امانت را به اهلش بسپاری، امنیت طبیعتاً میاد.
هرگاه ایمان نباشد تو را به تنازل وادار نمی کند. آنچه که تو را به تنازل و به عقب نشینی وادارت می کند و دستور برات می ده که عقب برو، او ایمان است. زیرا عقب رفتن، قبول کردن نظر مخالف، گذشت، ترحم، عفو، ای کلگی تعلق دارد به یک سلسله عقیده ای که در درون سینه باید باشد. سینه باید صحیح باشد. پس هرگاه که ایمان آمد، طبیعتاً صفات زیبا 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 در درونت پیدا می شود، زیرا ایمان به تو دستور می دهد که ببخش، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. پس گذشت و مدارا را با خود داشته باش، با چیزای نیکو مردم را دعوت بکن. معنا چی؟ یعنی گاه گاه با موقف جاهلانه روبرو میشی و امر بالعرف، تبزی و امر کن، زیرا هیچ کس نمیخواد کار خراب بکند. کاری که خراب میشود با اساس جهل است. تو زیبا امر کن تا مردم بدانند، تا غلطی نکنند، و امر بالعرف. یکان نفر میخواه جاهلانه زندگی بکند و اعرض عن الجاهلین، دیگه با این جاهل دیگه اعراض بکن، منزویش کن، کارش نداشته باش، بگذارش. عزیزایم، مشکل ما میفهمین چی است؟ مشکل ضعف ایمان، نبودش نمیگم، ضعف ایمان. ایمان ما ضعیف است، از این خاطر ما را به سه اصل دیگری قدم نمی دهد. چون ایمان ضعیف است، تنازل را اصلا قبول نمی کنیم، زیرا ایمان است که تو را وادار به تنازل می کند. ایمان است که تو میگی خیر از حسی مرا تو بگی. ایمان است که برای تو دستور می دهد دی چوکی ما تو بشی. ایمان است که برای تو دستور می انفاق بکن، زیرا تو از خدا دیگه پاداش می گیری. ایمان که ضعیف شد، میگم نه، یار پنج کل که درون خود دهن خود داخل می کنم، دلائل را پیدا می کنم که هیچ چیز از تو نباید باشد، اتهامات سر بسته می کنم، راه ها را پیدا می کنم که مالت و جانت برم حلال شود، آبرو و عزتت برم حلال شود. تمام روز در صدد ازی مفتم. ولی اگر ایمان قوی شد، باز دیگه بندارم ایمان خیر باشد، یه قرضش نداره از تو باشد. الله ایمان ما را بلند ببرد، رب العالمین ایمان نصیب ما بکند. ارگاه ایمان آمد، تنازل آمد، طبیعتاً میبینیم که تناصح میآید، یک دیگر را به خیر دعوت میکنیم، با خیر گپ میزنیم، با خیر میشینیم، کل چیز ما زیبا میشود. تعاون میآید، و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تعاون میآید، من نفس عن مؤمن کربه من کرب الدنیا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. خود به خود می آید. ایمان آمد، طبیعتاً امن در دلت احساس می کنی. از ناامنی که در درونت هم آمده، با صبر و شکیبایی روبرو می شی. عجیب عجیب شکیباییه. هنگامی که مریض میشی کسی برات بگه چطور هستی؟
اولین لفظی که از زبانت به اساس ایمانت بیرون میشه چی میگی؟ الحمدلله. دقیق شدین؟ اولین لفظی که از زبانت بیرون میشه در مقابل کسی که از تو پرسان کرده چطور هستی؟ میگی الحمدلله خوب است. همین مرض را هم تعبیر به نعمت میکنه. رسول ما صلی الله علیه و سلم کسی که مریض بود چی برش میگفت؟ طهور ان شاء الله. این مرض ان شاء الله پاک کننده است برای تو. این مرض پاک کننده است برای تو. مصیبت که می آمد ایمان چی میگفت؟ بگو انا لله و انا الیه راجعون. ارگاه ما در مرض الحمدلله میگیم، طهورون انشاء الله میگیم و انا لله و انا الیه راجعون میگیم، بعد احساس درد از ما دور میشود، الم از ما دور میشود، یک اطمینان در عین چیزی که از دست دادیم در زندگی خود احساس میکنیم، بعد دیگه شکایت نیست. باز میگم تقدیر الله است، ما راضی هستیم با آنچه که رب ما برای ما نوشته کرده است. ای کلش برکت ایمان است. ایمان چه قضیه با چیز است؟ تنازل برداد، تعاون برداد، تناصح برداد، سه چیز پی در پی برد میده. پس انسانی که عقب بیاید از حقش، با خوبی ها معاونت بکند، برای خرابکارا نصیحت بکند، طبیعتا برای خود امن میخره نمیخره، مردم دوستش داشته میباشه، خودت از خودت راضی میشی. و بزرگترین چیز عزیزم ایست که انسان از خودش راضی شود. ما از خود ما راضی نیستیم. دقیق شدیم؟ انسان یک برکت خود فکر بکنه، ولی از خودت راضی استی، زیرا خودت خودت خیلی خوبش میشناسی. اگه حرام میخوری راضی شده میتونی؟ نمیتونی خودت راضی کنی، زیرا بر تو دستور میاد تو حرام میخوری، دروغ میگی، میتونی از خود راضی شوی؟ نماز نمیخونی، تلاوت قرآن نمیکنی، میتونی از خود راضی شوی؟ انفاق در راه خدا نمیکنی، میتونی از خود راضی شوی؟ به پروردگارت شب نمیخیزی، دستت دراز نمیکنی و نمیگی یا الله معاونتم بکو، مشکل مرا حل بکو، در حالی که رب بر تو میگه از ما بخوای برات میتون، کار نمیکنه، میتونیم راضی شویم؟ پس ما هیچ کدام ما از خود راضی نیستیم. ارگاه ایمان بیاید، اولین عطای الهی است که تو از خودت راضی میشی، لحظاتت قیمت پیدا میکنه، زندگیت معیار پیدا می کند. هر روز تو در فایده هستی، هر لحظه در فایده هستی، عمر قیمت پیدا می کند. رب ما ایمان عمیق را نصیب ما شما بگردان، ایمان عمیق را الله نصیب ما بگردان. ارگاه ایمان آمد و ای تنازل و تعاون و تناصح طبیعتاً در پی خود دارد، طبیعتاً ما قدم میگذاریم و اصل دوم حیات اجتماعی ما که همانا میخواهیم امانات را به اهلش بسپاریم و رب ما برای امن زندگی اجتماعی ما به ما امید دستور میدهد و ادو الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اساس یک زندگی با امن که در روشنی ایمان ای تبلور داشته باشد، دستور بر چی برت میدهد؟ دستور بر سپردن امانات به اهلش. مکه مکرمه را
رسول ما صلى الله عليه وسلم فتح کرد. انگامی که مکه فتح شد، کسی که کلیدار کعبه بود و مسئولیت نگهداشت داخل کعبه را داشت، حضرت علی کرم الله وجهه رفت کلیه را از پیشش گرفت و یک شای طبعی بود. آدم مسلمان نبود، مکه هم فتح شد به زور، بت‌ها ختم شد، حضرت علی کلیه را گرفت. این کلیه را ایتو گرفت که دیگه این برش نمیداد. رب ما آیه را نازل میکنه و دستور میدهد که شما امانت را به اهلش بسپارین. عثمان بن طلحه ای سزاوار نگهدار امی چی است؟ امی کعبه است. کلی را که پس برش میده مسلمان نمیشه. و پیغمبر علیه السلام میفرماید که تا به روزی که این خانواده است، این کلی را کسی از تو نمیگیرد مگر این که ستمگار باشد، و تا به امروز با مو خانواده است. چرا چنین می شود؟ زیرا امن است که وقتی برقرار می شود که ما امانات را به اهلش بسپاریم و ایمان به ما امی دستور می دهد. ایمان امی دستور به ما می دهد. ارگا ما امانات را به اهل سپردیم، در زندگی ما تحمل پیدا می شود. انسانان امین و مؤمن اونا تحمل دارند، ورخطا نمی شند، جز و فضا نمی کنند. در مدینه منوره زمین حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه و ارضاه در پهلوی زمین حضرت معاویه ابن ابی سفیان بود. حضرت معاویه امیر المؤمنین بر نیم کره زمین حکومت میکند. در شام به اسلام مرکز امارت اسلامی است. دیقانای حضرت معاویه خیستن گفتگو کردن با دیقانای حضرت عبدالله ابن زبیر. خب کدام چپات مپات دور از زده باشه یا تلیش کرده باشه، هرچی کت اونا را از اون جای بیرون کردن. حضرت عبدالله ابن زبیر از این خبر شد، بسیار قهرش آمد، باز یک خط نوشته کرد به حضرت معاویه و ای را توهین آمیز رای کرد به حضرت معاویه رضی الله عنه. این خط وقتی که رفت، قبل از اینکه در دست معاویه رضی الله عنه بفته، این خط در دست بچه شفتی ای را که خان بچه ها جوان است دیگر، ولی مقاله که ما را توهین کرده، ما را تحقیر کرده، امیر المؤمنین توهین تحقیر کرده. پدر اجازه برم بطی 20,000 نفر کت خود میبرم و در پشت شطر بستش میکنم و تا به شام ای را کش میکنم که بفهمد توهین به امیر المؤمنین یعنی چی. تو اجازه برم بطی که سرش اموجا ببرانم، سرش برد بیارم و مردش همه تاویزان کنم، کس نزدیکش هم نشد. هرچی که دیگه همه تو گفترم. حضرت معاویه برش گفت که کاغذ بیارن، من خیلی خط نوشته میکنم. کاغذ آورد برش نوشته کرد که پدر تو از پدر من کده خوب آدم بود. حضرت معاویه برش نوشته میکنه پدر تو زبیر از پدر مکه ابو سفیان از خوب آدم بود، در اسلام سبقت داشت، کی کار کرد، کی کار کرد، صفات نیکو و علمی و شجاعتش کلش نوشته کرد و تو از مکه ده خوب آدم هستی، تو اینی صفت داری، کل صفاتش برش نوشته کرد. با این صفاتی که تو داری، با این صفاتی که من دارم، من در مقابل تو استاد شوم؟ ابدا.
ای کسایی که گستاخی کردن برای غلامای تو، چون تو را نمشناسد، جایگاه تو را نمشناسد، و باز هم ضعف ما بود که ما تو را برش معرفی نکرده، ای را برش نمشت میکنم. بنان تو را غلام ما و زمین ما آزار داده است، بنان ای زمین کت غلام ما از تو است، ای زمین کت غلام ما از تو است، و ما معذرت میخوایم. این خط رفت به حضرت معاویه، حضرت عبدالله ابن زبیر، خطی که خواند عرق سر جانش آمد. این چیزی که من آشته کرده بودم که از زبانم به اصطلاح آمد، در فکرم نوشته کردم، و این گذشت و این انعطاف، این تنازل از کسی که 3000 نفر مسلح تنها در بحر داشت، کشتی 3000 کشتی، هر کشتی حساب کن 100 نفر چقدر می شود، تنها در بحر بود، بلک ها نفر اردو داشت، و جزا دادن به حضرت عبدالله ابن زبیر و حضرت معاویه هیچ مشکلی نبود، ولی یه عقب نشینی رسید. این خطه که خواند بسیار زیاد پشیمان شد. مردمای شجاع و اساس ایمان سخت تنازل بر درس میدهد. فوراً سر اسب سوار شد، راساً در شام آمد و حضرت معاویه گفت که مرا ببخش. دقیق شده؟ حضرت معاویه را گفت که مرا ببخش. بعد حضرت معاویه بچه‌اش را خواست، برش گفت که سرش کار داشته که تو باید پشتش میرفتی، آلی خودش آورد. خودش آورد برد. عزیزان، میفهمیم که مشکل اساسی ما چی است؟ ضعف ایمان، که ما به اساس ضعف ایمان نه تنازل میکنیم، نه تعاون میکنیم، نه تناصح میکنیم. ایمان که ضعیف شد، امانات را به اهلش نمیسپاریم. انگار که ایمان ضعیف شد، امانات هم به اهل سپرده نشد، بعد نتیجه چی میشود؟ انارشیزم، گدوبدی، هر کس برای خود قیادت میکنه، هر کس تعبیر خود را در زندگی عملی میکنه. همیشه ما در مشکلات خود بودیم. ارگاه ما سر بیز ایمانی خود کار بکنیم و ایمان را که دین به ما چی میگه سرزو فکر بکنیم، بعد از خود پرسان بکنیم، خب ما خود گفتم لا اله الا الله محمد رسول الله، به خود مسلمان شده، ولی به ایمان کامل و قوی که اشعه بدهد، نور بدهد، روشنی بدهد، تا تنازل و تعاون و تناصح بکنیم، به نام دین جنجال را پیدا می کنیم که حل کردش نمیدان. دین به ما امر میکنه به تناصح، به تنازل، به عفو، به گذشت. نفهمی دین به عقده، به کشتن، به فرار از دین، به بیرون کردن از دین با زیر ما میخونه. نمیفهم چقدر تانستم بفهمم. ارگاه دین را درست نفهمیدیم، کار ما سرچپه میشه. به عوضی که مردم را به دین دعوت بکنیم، خوش میشن که بیرونش بکنیم. دقیق شده؟ دین اصلاحی نفهمیدین. اولین کار چی میشود؟ کسی که به دین بیای دعوتش بکنیم، میگیم از دین بیرون برو. فوراً قلم در دست ما. اون نیست، اون نیست، اون نیست، اون نیست. این تن و من از انجام باید بپاییم و بس. ایمان که ضعیف شد، میفهمه نتیجه دیگه چی میشود؟ نفهمیدن دین. مردم که دوزخ برا زیاد خوش میشه. ایتا فکر میکنه خدا نخواسته که جنت بسیار خرد است، غیر از ما دیگه کس جای نمیشه، در حالی که جنت کلان است. و کار ما همیست که مردم را جنت ببریم، نه کار ما ایست که مردم را دوزخ ببریم.
فهم که خراب شد، ضعیف شد، باید دیگه پهلویش میگیره. هرگاه فهم دین درست نشد و صحیح نیامد، بعد از او اعتراف به غلطی به ما سخت میشد. هیچ اعتراف نمیکنه، یعنی هیچ نمیتونیم که اعتراف بکنم که ببخشیم، خدای مرا ببخش. ولی هرگاه ایمان عمیق شد و فهم به دین آمد، اولین دستور که برد میگه، میگه از خدا معفرت بخوای، از خدا بخشش بخوای، از مردم بخشش بخوای. دین امیر برد دستور میده، دین امیر دستور میده. سبحان الله، ما در عالم فتنه قرار گرفتیم، یعنی بدترین موقعیت را ما شما داریم، بدترین موقعیت. فتنه ها و آشوب ها از هر طرف برای ما شما یکی پی دیگری میآید، یکی پی دیگری میآید، از یکی خلاص نمیشیم که دیگش میآید. و رجعت به کجا باید بکنیم؟ به فهم صالح دین. فهم صالح دین در چیست؟ رجوع به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، به این باید رجوع بکنیم. نجات ما در چیست؟ در رجعت به کتاب. شرح صدر برات میدهد، قبول لمخالف را برات دستور میدهد، تحمل برات دستور میدهد، و فکر مقبول برات دستور میدهد که تو بخیر هستی. چی جنجال پیدا می‌کنه؟ از این خاطر عزیزا کوشش بکنیم که دین را درست بفهمیم و صحیح بفهمیم. ما با کتاب الله و سنت رسول الله وقت نمیدیم و خود غیر مستقیم غنی فکر میکنیم که ما به اسلام میدانیم، در حالی که نمیدانیم. یه کس گفته نمیدانه که من میدانم، من میفهمم که نمیفهمیم. و من یقین به الله دارم که هر کسی به کتاب الله بشیند، این کتاب الله چیزی برش میده. امکان ندارد که از مجلس کتاب الله کسی بشیند ولو که هر قدر عالم باشد، مگر اینکه یک عطا برش میده. بی عطا نمیمانش. یک چیزی را فراموش کرده اگر بسیار کلان عالم هستی، پس تجدید برت میده. یک چیز را یاد داری خو عمل سرش نکدی، بعد میگه عمل کو. یک چیز را اصلا یاد نداری، پیام برد میگه. پس خواهش ما ایست که ما و گپ اخیر میسته که ما در بهترین ماه قرار داریم، ماه محرم الحرام. در این ماه کوشش بکنیم به پروردگار بیشتر رجوع بکنیم. سال نو است، یعنی دیروز اول محرم بود. هر سالی که میاد انسان باید تجدید بکنن تعهد خود را، یک نقشه مجدد و نو را برای زندگی خود بگذار، تجدید بکنه ایمان خود را، تجدید بکنه روندی که میرود سرش. بنان یک تجدید بکنن مسیری که سرش روان استی، یک بار بشین و امشب یک چند لحظه برای زندگیت بده. پرسان بکن از خودت، پولی که از دست میاری آیا ای حلال است؟ کاری که تو میکنی آیا ای حلال است؟ اول جواب بریز بده. ارگاه برادر عزیزم، خواهر عزیزم، پولت مخالف دین باشد، ایمان به ای داشته باش که دیگه قدم تو به طرف خدا گذاشته نمیده. این را درست کن، این را صحیح کن. والله در حلال بسیار چیز است که ما را غنی میکن از این که به حرام دست دیاره. اونان را که خدا برای تو تعیین کرده و خانه ای که خدا برای تو تعیین کرده، والله از حلال هم برد میامد، ورخطا شدی دست به حرام زدی، ورخطا شدی. او همون لحظه بود برد حلال هم می آمد. این فکر از کلیس خوان دور بکنین که
رزق حلال پیدا کردن نمیتونه. نه چرا پیدا کردن نمیتونی؟ تجارت میکنی، دکانداری، کارداری، بعد از بگه حرام میخورن، چرا یعنی؟ در دفتر کار میکنی، بعد میگه حرام باید بخورن، استغفر الله. الله متعال نان حلال نصیب ما بود. ای احساس است و دهی فکر کنه. گپ دو، آنچه که ایمان ما را قوی میکند، حضور ما در مساجد است. ایمان وقتی قوی میشه که ایمان جمع ایمان ضعیف جمع ایمان کمک روشنی میده. در این مسجد هستیم، رب ما اگر یک نفر نمازش قبول شد از برکت دیزه کل ما شما قبول میشد، میفهمه؟ و در کل عمرت یک نمازت قبول شد، جنت جایت است. انشاءالله گفه گرفته. در کل عمرت الله یک نمازت بپذیرد، خلاص با مو یک نماز رفتی. پس آلی کوشش بگو که یک نماز اگه تو تنها بخوانی، رکوعت خوبیش نیست، سجدت خوبیش نیست، خب ما هم میفهمیم دیگه. ولی اگر در مسجد بیایی رکوع ما صحیح نیست، اخلاص ما صحیح نیست، انشاءالله که از برادرم خوب است، از برکت از الله از ما را قبول میکنه، چه قضی با خواهد بود. و با حضور در مساجد ایمان خود را بالا ببری، تقویتش بکنی. چه قضی با خواهد بود که کتاب الله را در جیبتان داشته باشه، در موترتان داشته باشه، در سر میز کارتان داشته باشین، در سر میز دکانت داشته باشین. یک لحظه وقت پیدا کردی کتاب الله را خلاص کن، یک آیت را تلاوت بکن، یک آیت را، الف لام میم ذلک الکتاب، فتش کن و با کتاب الله مواصلت داشته باشین، او را همیشه خلاص بکنه. در موترتان میشینین بس سیدی کتاب الله را، کست کتاب الله را در موترت پرتون، تا جایی که تو میری کتاب الله را بشنو، کتاب الله را بشنو، الله بر تو صحبت میکنه. قسم با خدا در جایی که میرسی مالا مال مطمئن میباشی، خوش میباشی. به وضعی که چرندیات و موسیقی و ابتذال بشنوی، این وظیفه تا بگی، این را بشنو، الله خوشی را در دلت میاره، ایمانت بالا میره. یک لحظه فکر کنی سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر بر زبان جاری نگه داشته باش. و چه وقتی کار کرده میتونیم؟ هر باری که از خانه بیرون میشی یک وضو بگی، بی وضو بیرون نشو، عادت بکن. قضای حاجت رفتی برگشتی فورا وضو بگی، دست تو پای تو تر کن. میفهمی که وضو داشته باید چند چیز خدا برات میدهد، یکی که رایت خلاص میشه، مشکل در کار پیدا نمیشه، انفتاح میآید، قلبت خدا خوش میکنه، خوش میباشی، همیشه با تبسم، رب العالمین در درویت نورانیت را ایجاد میکند. این الله برد میده در کسب کارت، الله برکت مندازد، مرض را خدا از تو دور میکنه، از فامیل دور میکند، و وسیله می شود به بیشتر ذکر خداوند متعال. وضو داشته باشی با خاطر اینکه وضوت نشکنه کار غلط نمی کنی، ابتذال صحیح نمی کنی، ابتذال نمیش پای بشنوی، خودت تو را محاصره می کنه و نگاهت می کنه. الله ای توفیق به فرد فرد ما شما عنایت بکنه. دعا بکنین در حق مسلمان ها، خداوند ها در کشور ما امن و امان را ایجاد بگردان. خدایا قلب های متشتت ما را موحد بگردان. پروردگار معرفت خودت را نصیب ما بگردان، معرفت صالح دین را نصیب ما بگردان. پروردگار در کشور ما امن و استقرار را برقرار داشته باش. خدای ولات امور ما را توفیق نهد بکنی در استمرار امن و صلح در افغانستان اقدام بکنی. پروردگار آنانی که به کشور ما به بدی میبینه اول هدایتش کن، یا الله اگه هدایت نمیشه از کشور ما برش دار. پروردگارا بانانی که زحمت دارن، مریض هستن، بیچاره هستن، یا الله شفای کامل را برش نصیب بکرد. آنانی که مشکل دارن، یا الله مشکلش را برش حل بکرد. آنانی که مریض هستن، یا الله صحت کامل را نصیبشان بکرد. و افوض امرنا الى الله، ان الله بصير بالعباد. ينادي فؤادي بليل السكون.
لك الحمد إني حزين حزين وجرحي يلون درب المدى ولولا الهدى ربنا واليقين لضاءت زهور الجراح سدى جراحي وماذا تكون الجراح أليس جراحي هدايا القدر أليس جراحي هدايا القدر إذا ما ارتضيت يطير الجناح يكحل بالنور عين القمر لك الحمد في الليل حتى الصباح لك الحمد في الصبح حتى السحر لك الحمد في الصبح حتى السحر ينادي فؤادي بليل السكون بدمع العيون برجع الصدى لك الحمد إني حزين